گوم او بش کرده اگان وقت؟ بله در کودکی البته خودم نه در زمان که مادر ما بش میکرد نه در پلیش بدم ما قربانی موی تو 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 مرضیه امو رفتونی لبی او تو مرضیه امو رفتونی لبی او چی باشه؟ اشاره تاشه مدگاه تو مرضیه از تاشه مدگاه هم یک در مرزاره میتو توم کدی که یادی لبازون ببینم مرضی آقای تو اولین بار مرتضی جان را در کجا دیدی که توی قدر دل باخته شدی مگه کشکی در قدر تو ما شناخته نبودی کشکی در تو ما دل باخته نبودی چطور دل باخته؟ ما مرتضی جان را زمانی که در رای مکتب بودم مکتب مرفتم دیگه یک سرک بودم سرکشم دقیق نمش یاد من نمیه سلام و احترامات خدمت یکایی که شما دوست عزیز امو رقم گفته بودم که مو امروز میمان مرضیه و مرتضی جان است عزیزای دلی دو جوان را که منگرنید اینا امی قدر ما گوشم جنگ ده که اینا مثل لیلی و مجنون یا شیرین فرهاد و یا برادر رومیو جولیت و سسی و پنو برقه و گلشای سف زلیخا واری لاف میریج کده باشه شاید مردی آقای تو اولین بار مرتضی جان را در کجا دیدی که توی قدر دل باخته شدی مگه کشکی در قدر تو ما شناخته نبودی کشکی در تو ما دل باخته نبودی چطور دل باخته؟ ما مرتضی جان را زمانی که در رای مکتب بودم مکتب مرفتم دیگه یک سرک بودم سرکشم دقیق نمش یاد من نمیه دیگه این فکرم طرف مکتب مرفت دیگه امو جا ما در سرم ترسکل دیدم باز زمانی که آدم تازه جوان میشه دیگه انتر چشم آدم هسته که کدام مخصوصا باشه که در منطقهش باشه نه دیگه چه رقم هسته نیه باز ما زمان مرتضی رو دیدم خب درست ندیدم سرم ترسکل ولی دیگه اوش کدام امونجی در دین ما یک جرقه آمد بلاخره امونجی گفت دیگه از مغز دل که یاری من در مکتب و من در سریر و منتظر چهره دردانه شان از کتاب آید بیرون ما و مجنونم سفر بودی به این دیوان عشق او به صحرا رفت تو من در کوچه ها رسوا شدم گفتی که ولی بالمستقل رفت در صحرا ما همینجا ماندم خب از این معلوم میشه که خودت اولین دفعه یک سیگنال یک چراغ سبز از طرف تو وارگولک شده او؟ نره خب شما زود با هم دیگر رسیدیم یا جنجالکا و بیدر در وطن از ما شما یه چیزا خیلی ننگ است که از ازدواج پیش یک پسرم رای با کدام دکتر عشق دشته شد یا اشنایی یا علاقه با هم دیگر نشان بیدنه بازو بسیار در غیره دی تبالم بر مخرم تو تبالم متران سخته شما چطوری مرد شکستاندین؟ آسور باندگر رسیدیم یا جنجال کازی آتو؟ قبل از نامزدی ای که ما با همدیگه حرف زده باشیم نبود فقط ما مرتضی را همون تو فقط یک سر مترسکل دیدم دیگه ولی در امون زمان دیگه از طرف فامیل آشنایی ما صورت گرفت که ما را آشنا کردن ولی نامزدی ما زیاد طول نکشید و زمانی که ما عروسی کردیم مشکلات های ما خیلی زیاد شد از او با؟ بله از او با بعد مشکلات ها زیاد شد چون بنده خواستگار زیاد داشت و زمانی که ما عروسی کردم باز زیاد عروسی کلان نگرفتیم ولی اونا زمانی که فهمیدن ما عروسی کردیم باز مشکلات ها و مخالفت ها زیاد شد دیگه ما فعلا هم که با هم دیگه زندگی مشترک داریم با آسانی نرسیدیم خیلی سختی های زیاد را دیدیم تا که زندگی خود پا بر جان گه داشتیم امی جای شما در بامیان نزدیک یا دوره؟ بامیان نزدیکه نزدیکه چندین بار رفتیم رفتی؟ بله گفتی که دمی روزا علی در بامیانم انتظار گلی شیرین زبانم در چوگی علی کین بشم در آی تو کیمه الان مرتضی جانم گفتی کن دفعه؟ چوک علیکین ندیدیم؟ بله چوک علیکین ندیدیم و در زمان نامزدی بود یا ما عرصی کدیم باز رفتیم بامیان تو رو برده بود چکر دو نفره رفته بودیم دیگه دوستا او زمان ما
چینل نداشتیم، وگرنه خیلی ویدیوهای خوب خوب داشتیم، ولی او مانده دیگه از پیش بود. خیلی یک مسافرت عالی بود. بامیان هم یک ولایتی، یک جای خیلی رویاییه دیگه، خیلی یک مکانی باید ماندنی هسته دیگه. ما چکر رفتیم دو نفره در بامیان، ولی ما فکر نمی کنم بامیان هم همین فضا و موسمش دو نفریه. بله بند امیر مخصوصا دیگه، دشت قرغنتو دیگه، چیز غلغله و پیش بودا، خیلی یک مکان خوبی است. مرتضی، این دشت قرغنتو یک رقم جنگل که دنم قرغنه میگه، یه دو قرغنه زیاد داره از اون میگه یا نه؟ والا ما دو دشت که مخه گشتیم، ما قرغنه خو زیاد ندیدیم، ما اونجا ندیدیم، فقط هم دشتش فکر کنم دمون هم هست، همون ساحه کوهایش اگه قرغنه داشته باشه. و خود از دشت که است بسیار سرسبز است دیگه، او زیاد داره، خیلی جای مقبول است. و سرگ پخته که بامیان و کابل که وصل نه، بند امیر و بامیان نه، از وسط از دشت گذشته، خیلی قشنگ جای است. ما فکر کنم کمی چکر که شما در بامیان رفتین، یک یادگار در میموریش مانده او؟ او بیخی در یاد ما مانده. او مرزی که خاطره چکر قد بامیان زیاد داریم، یک دفعه با موتورسیکل رفتیم از دایکندی تا بامیان دیگه. خاطرات ما در فیسبوک هم هست، عکسایش اگر دوستا دیده باشن دیگه، خیلی خوش مگذره برای آدم، واقعا خیلی خوب است. خودت که از بامیان رفتی ناردشم خانه بدین یا تو دیگه جای رفتی؟ بس این خانه بود؟ نه خانه بودیم، مسافری خود نکردی بس دو زمان؟ نه، ولی مشکلات زیاد داشتیم در خانه. مشکلات آخی مخالف های خود داشتیم، کسایی بودن که حتی اینمی چکر رفتن از ما بر از اونا مثل یک زهر پاشتن، بمی بود تو ملی بود، بمی بود تو ملی بود، اونو رقم بود دیگه. ولی زندگی ما شکر خوب است. خب از دو زمان جنجالک های زیاد دوری و دیگه که بوده، شاید تو که گفته دی که علی یه دسمالی پور و دیده را کاسید ببر نشو بدی مرزیه را، مرضیه را بگی سر یکی تو قسم فراموش نکن مرتضای بیچاره را. فراموش نمیکنه. فراموش نمی کنه. فراموش کدین نیست دیگه. بله بله نیست دیگه. ماضی مفهم که تو مک جوان کاکای آقای من مک بسیار نام خود یک شادوختی با استعداد ای شماردو. ما اون روز سلیمی رو میگفتم، ما دو خیلی با هم دیگر میچ میکنه. ما اولین بار داده کنه به سکین شمار دیدم من. اره بس دیدم که همینطور قد و قامت و شکل و شمایل با هم دیگه خیلی مخوره. تشکر، تشکر از لطف شما. مرضیه خانم، خودت اگان وقت که مرتضی پرمایش کنه که مرضیه همین روز دلم خیلی درد داره و کفت داره، از کار خستم دارم، یا سری کار کد اگان مو جگره مگه یا جنجالک کدم و بگم روز خیلی وزم خرابه که سرم بله زانوی تو بله، بگه یک شعر برای ما بخوانم. تو کدام شعر میخوانی؟ خواهد گو غیت داشته باشی یا این کار کردی یا میکنی؟ بله خواندی. ما در سر اصل موضوع یا پوینت رفتم که تو کنم مرزیه چقدر مرتضی دوست داره، چی رقم شعر بلدش که زمانی که سرش یا مساج یا مالش میکنه یا سرتوغی در وطن رواج بود میکنه، کدام شعر میخوانه؟ آقای جان تو مرموش یک دفعه برای من بخوانم. باشه میخوانم. دل تو نشد در بامیان میایم، حتی اگر باشه زندان میایم، هر جا که تو باشی امونج خوشم، واده بلو تای دالان میایم، واده بلو تای دالان میایم، اگر آیه تو سرمقار نموشه، کش منم از مالستان میایم، حتی اگر بوری در ملک دیگرو دیده کده در ترکستان میایم. به 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 عزیزای دل، این لیلی و مجنون جور کرده یا یوسف زلیخا که مگه منم مجنون که صحرا منزل من، فتاده عشق لیلا بر دل من، اگر روزی دوست بارش نبینم، مگر آرام نمیگیرد دل من. عزیزای دل، متها امی شعر و شاعری که نا برای دیگه کنه زمانی اینا خیلی نمک زندگی او، خصوصا تو که زمانی اشپزی کنی که بلده مرتضی لاله ما این رقم شعرها رو بخونی، او غذایی قدر تمش مزهش خوب باید که نفر از خورده بخیم دستار زخمی کنه. اما تو بله همیشه میگه زمان یک آشپزی رو مونی باز غذا رو که مو بری پرسان مونه از آدم، مگه یه غذا رو چطور پختی؟ باز غذا که خیلی خوب باشه آدم مگه یه غذا رو ما با عشق پخته کدم، با عشق که پخته شده دیگه بهترین غذا است دیگه.
امی خودت زمانی که در دایکنده بودید مرتضی اگان دفعه اگان توفه هم برایت میورد در زمانی نامزاتی یا نامزاتی پیش که تو را ما امیتا کنچکاو بودم که تو را نامزاتی پیش هم تایچیم کده بودو در دوران نامزاتی ها گرچن ما زیاد نامزد نموندیم اما یک توفیشش وقتی یاد ما نموره دیگه یک ساعت خیلی قشنگ گرفته بود برای ما دیگه هنوزم پیش ما هسته یک توفی بیاد ماندنی هسته در دوران نامزدی گرفته بودم از پیش که مگه به دست یاری منساد تلای نشانی دست یاری با وفای مرده یک قصر ما شنیدم که مرتضی زمانی که نامزاد بود یک روز یک توفه ورده بود یک روز خود ساده ورده بود نه دیگه دفعه که امده بود سه دانه تربوز خرده بود یکش اینجا گرفته بود یکش اینجا اونجا خود خلطه پلاستیکی چیزا نبود دیگه نه دانی درگه گوساله و گوما و بسته بوده او که بوغ زده و یک دانش تا پرده میده شده بوده این راست بود؟ نه والا این را دوست هاست پیش که جور کرده نه این راست نیسته خواه گوما و بش کرده یکان وقت؟ بله در کودکی البته خودم نه در زمان که مادر ما بش میکرد نه در پلیش بودم دوستش دیدو شیر کنی شر کدوم خوب بود نه؟ ولی میترسیدم در جوانیم یک دفعه فکر نمبش کرده که مرتضی هم دو بلدیت شیر خندد که ما قربانی موی تو 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 مرزیا امو رفتونی لبی او تو مرزیا امو رفتونی لبی او چی باشه اشاره تاشه مدگاه تو مرزیا از تاشه مدگاه یک دفعه مرتضی رو میتونم کرده که یادی لباز رو ببینم امو تو بود؟ عاشقی بچه ده؟ آره ایش راست بوده نه؟ دوستا خانما باز جای امو عشق یا امو ابرازی که داره کم کم پوت یا تاشم مکنه ایش ما باید از مرتضی پرسان کنم مرتضی جان دوران نامزاتی که تو مرفتی مرضی زیاد طول میگرفت تو رانه والا خوب بود اینمی اشاره و اینمی گپا بود که بود. ما از این جای رسیدیم اینال 6-7 سال میشه که عروسی کردیم دیگه خیلی خوب بود طویل میگرفت بندی خدا در وطن اونجا که بود زیادتر که می میماد در خانه نامزد خو اونجا خود دیگه چیز نبود یا کورتی یا نانبوچه یا خیگ نجوشی بختم کرد کدام رو بلیتم ارجنت یا زود سر دستی بختم کرد سر دستی زود دمی تو خم بختم کرد خیگ نر از زود جرم کرد که میگود مرتضی جان می خدا امرای تو ما خیگ نه پخته کدام برای تو امو تو بود؟ امو تو بود صد فصد خیلی تخم خوبم پخته میکرد خواه دیگه او مزه از او تخمه های جزیاد منه هماره دیگه این دوران نامزاد بازی یا نامزاتی این یک دورانی است که این تا که زنده ای بقد اگر وقت تو مریضم شوی دخوا دم اونمو وقتا میو صد فصد وقتا بسیار شیرینه شیرین ترین دوران زندگی دوستانمو وقت است اونمو وقتا نه شما گفتی 5-6 سال شده ازدواج کردیم کدام طفلیم دارین شما؟ یک دانه دخترک داریم به نام ستاره ستاره اول فعلا که در خانه هسته او رم دوستا ویدیوهایش رو دیدن در چینل گذاشتیم ویدیوهای ستاره را خیلی هم خوب امروز نه برنامه از مو امرای مرضیه آقای ما و مرتضی همی چینل شم دمی نام هسته مرضیه و مرتضی جان پرسان کنم که مرضیه آقای ما از کدام جای اول بی کتل هسته شما از کدام از او شار یا شارک یا آقل چه سن؟ در قدم نخست سلام بر شما، سلام بر مرتضی جان، سلام به تمام بیننده های چینل آقای سروری و دوستان مرا همیشه از چینل مرضیه و مرتضی بیننده باشین. اسم مرضیه هستم، ما از دایکندی هستیم، قریه چهاردگک نزدیک به یک منطقه دیگه است به نام کاریز نوجی. چهاردگک؟ این چهاردگک چیکه میگه؟ این مطلب این چهاردگک چیه؟ والا نام پام یا از قدیم نامشون تو مانده؟ از قدیم امور قم مانده و چهاردگک یک منطقه است که لب دریا است. خانه شما که لب دریا گفتی همین لب دریای هلمنده یا گفتی؟ بله شاعر چی گفته مردیا؟ چی گفته؟ مگه لب دریای هلمنده دیده ما نیال عاشقی شانده دیده ما نیالی عاشقیشی غوره کرده دلم بر دباغش پیونده دیده من
دریای هلمند خیلی مشهور در افغانستان. شما خیلی خوش قسمت هستین که دریای هلمند از پیش خانیشم رفته. اما فعلا متاسفانه خشک شده. بخیر نیه؟ هست خیلی کم. کم. خب. خود در دریای هلمند شعر، شاعری، اگون چیز داری فکر می‌کنی؟ اگون خاطره‌ای؟ چون دلم خیلی چون دلم خیلی برای دایکندی، برای امو آشناها و قومایی که داشتیم تنگ شده، می‌خوایم یک سلامی هم تو خوب گرم تقدیم کنم. تندوری. سلام بر دایکندی و مردمانش. سلام بر نیلی دایکندی نشانش. سلام بر مردمان قهرمانش. سلام بر بندر و سیاهچوب و سنگتخت، به اشترله و چنگان و شیخ میرانش. خیدر و دری خودی و کیسه و کرگه، به دشت و سنگیموم و سرتیغانش. دوستای عزیز، من سلام های گرم خدا و کسایی که ما را از چینل مبیننده هسته و از دایکندی هسته تقدیم منم. و من خیلی دلتنگ دایکندی هستم چون زادگاهیم هستم و مخصوصا برای مادرم خیلی دلم تنگ است. اگر ما را از اینجا میبینی دیگه سلام های گرم ما را پذیرا باش. مگه مادر مادر برچی کلانم کردی، در ملک مسافری روانم کردی. در ملک مسافری ما دلتنگ شدم، مادرم نیست. آخ مادرم، جان مادرم، گل مادرم نیست. واقعا شعر زیبا بود. جهانی سپاس و تشکر شما. مرتضی جان، خودی دم امزو قریه و امزو جایی که زادگاه مرزی آقای مستر، خودی دم امزو اینجاستی؟ بله، من هم سلام دارم خدمت بیننده عزیز و خدمت شما آقای سروری. بله، ما و مرزی هستیم، یک نسبت فامیلی جدا از زن و شوهر بودن داریم. بله، تقریبا دختر کاکای مستر دیگه. هر دویمون از یک جای هستیم دیگه، زمین های مشترک هستن، زمین های پدری ما دیگه. این منطقه که مرزی گفت چاردگک، شما گفتین او به چی معنا هستنه، او رو من باز خبر دارم. چاردگک، او چاردگک یک ساحه هسته بسیار کوهستانیه. او یک درخت هسته به اسم چاردو. یک درخت به اسم چاردو در او ساحه زیاد بوده. قدیم باز چاردوگک که میگه، یعنی از خاطر همزو درختایش میگه او را. میگه فعلا یک دانه بسیار همونتو درخت ضعیف چاردو مانده اونجا. اینا رو مردم قط کرده یا آو برده؟ مردم قط کرده. مردم قط کرده و امی تغییرات اقلیمی که رخ داده دیگه اونو از بین رفته. متاسفانه. بله. امو رقم تو میگفتی که لبی دریای هلمند خانه سازم، برای زلفکایت شانه سازم. اگر ترسی خدا در دل نباشد، تو را ام مثل خود دیوانه سازم. امو تو کدم امو تو شد بگم امو تو شد امو تو شد. از رقم شمو تر معلوم میشه که ما البته شنیدم، شاید هم باشه یا نباشه، مرتضی یک وقت که مسافر شده بود از دل، امی ترشنده که یک شعر گفتد که کشکی مرده بودی زنده نبودی، عاشق روی مرزیه نبودی. دوستای عزیز، شاید هم راست باشه. مرتضی جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سیاد شما خوبه؟ همیشه را خوب هستین؟ جان شما جور بخیر هستین؟ سیاد شما خوبه؟ مرتضی جان، ما امی تر گوشم جین کرد که شما وردو بسیار در ما اول بکاتل در دایکنده که زندگی مکدین، در سر زبانهای ما بودین، در شب نشینی و توی توی سر قسم شد که مرتضی و مرزیه. چی یک دو جفتی دل باخته و هم دیگر خیلی دوست را یک قدره؟ این نظر لطف شما که ما را تعریف میکنین آقای سروری، شاید هم حقیقت داشته باشم دیگه. گرچه آلی بگم نشد دیگه، من مرزیه را واقعا دوست دارم دیگه. آره؟ عاشق شما هستم، عاشقش بودم، بسیار خانم خوب است. ولی من دیگه اردیم و اره دورانای بسیار خوبی رم داشتیم با هم دیگه. خب. قبل از ازدواج. خودت مسافریم کرده یکان وقت؟ دور رفته باشیم زود؟ نه زیاد دور نر، از دهکده دور رفتیم. چرا از دهکده دور رفتیم، ولی زیاد دور که از اون لبی کتل ای لبی کتل آمده باشیم این رقمی نشده بوده. خب ما سیه شنیدم خانم مرزی. آقای، زمانی که مرتضی جان مسافر شده بود، همزی دوستا ما شنیدیم که تو در سر کتلک، همون تو بلون خانشم یک کتلک بودو، اونم اونجا میششتی، یک دونه شعر میشد امرای خود زمزمه میکدی که آور چوم کلو خاک باده امروز، آور چوم کلو خاک باده امروز، دلم در دام تو افتاده امروز،
اگر امروز در دایکندی نیایی تمام عمر من برباده امروز ایرافه؟ بله دوستا چقدر خوب شده که خانمای نلی امو گبی که در دل چی اصلا امو رو میتونه گفته بیتونه یه خو گنانی یه خو حق کسته بوده بله آدم زمانی یک شخص دوست داشته باشه باید را هر چیزی تر به زبان بیاره نظریه شخصی میه همین تو میگفتی اگر امروز دایکندی نیایی تمام عمر من برباده امروزو بله خب مرده خانم چطور شد که شما اردو یوتیوب را انتخاب کردین در جایی که شما مسافر هستین فیلحال یوتیوب را ما بخاطر که اما گذشته ای که داشتیم در منطقه خود در دایکندی ما اجتماعی بودیم در بین اجتماع بودیم و زمانی که مهاجرت کردیم در اینجا یک ذره گوشنشین شدیم ارتباطات ما قطع شد و دیگه سرگرمی هم نداشتیم دیگه ما از خاطر و علاقه هم داشتیم که در شبکه های اجتماعی باشیم و ما یوتیوب را انتخاب کردیم که هم ارتباطات ما خوب شوه دوستای جدید پیدا کنیم و دیگه یک سرگرمی هم داشته باشیم دیگه نظریه مرتضی هم نام فهم که چی اولین خود من به می خاطر بود که انتخاب کردم یوتیوب را مرتضی جان نظریتم کاملا نمی چیده؟ دقیقا بله همی چیز است ما در دایکندی چون زیاد در بین اجتماع بودیم زمانی که اینجا آمدیم خیلی در انزوا قرار گرفته بودیم از او خاطر دیگه یوتیوب بهترین گزینه بود یک کمه که مرزه و من تقریبا یک شش ماه در قسمت همی تصویر و صدای گپا آموزیش هم دیده بودیم باز فقط تانستیم که اینمی کار بکنیم تا دوستای خود دوباره از دریچه یوتیوب پیدا بکنیم دیگه بهترین. یعنی سمرش است که امروز اینا همراه آقای سروری میشنیم یکی از دوستای ما که خیلی هم اجتماعی است و کلی مردم میشناسنشان مرزی خانم امی دست پختش بهترین غذا که برای تو میپزه کدامه؟ یاره ما قبلا یک ویدیو هم جور کرده بودیم مرزی هم در مجموع غذاهای سرخ کردنی رو خیلی خوب جور منم و یک بانجان سیاه پخته کرده بودیم ویدیوش رو هم قبلا جور کرده بودیم دیگه او رو که جور منه دیگه فقط ما با تمام وجود خو بگر روی بشقاب حمله منم دیگه کلو مزدار هست خب ما ایرنگا سیشنی در ما از هر کس که میخواییم امروش ویدیو بکرم یه خورده کنچکاوی منم امزو دوستای نزدیکش پرسانم که چی قصه خب راستیشه که زمانی که تو بانجان پخته میکردی بعضی دوستام گفت تو شعر میخواندی که از بالا بوی بانجان میآید صدای بوت مرتضی جان میآید بسد نخره بیا بلدار قربان دشان ما فرشته آسمان میآید این واقعا مرتضی جان برای تو همین شعر آدم است یک فرشته واریده همین شعر هم که تو میخواندی که دشان ما فرشته آسمان میآید چی حسی داشتید اون زمان وقتی بانجان پخته کردنم خودت به اصطلاح ازارگی که یک زمزمه یا گنگرک میکردی و؟ بله ما همیشه زمانی که آشپزی منم مورم که مخصوص مرتضی باشم تو با خیلی شوق علاقه پختم منم و با گفتی شما بعض وقتا زمزمه منم که شما چی گفتیم؟ دشان مفرشته آسمان میاد دشان مفرشته آسمان میاد و دیگه چی بود؟ از بالا بوی بانجان میاد صدای بوت مرتضی جان بله، میاد صدای بوت مرتضی جان میاد اینکه پاس درگاه میاد بله تک تک میکنه نه همیشه با شوق علاقه برش آشپزی مونم دیگه آدم زمانی که یک شخص دوست داشته باشه همیشه کارش با عشق علاقه انجام میده بله خب ویدیو نظمم تقریبا در آخر میرسه مرزی آقا یک توره آخری در دل از من منده تو مرتضی لالم رتبالا بله گو خیانت چی وش کده که کده گو کسی دیگه ایلمک چشمک یا تار دشته باشه اید دیده که تو میک چپلاک پستری پستر سیده باشه والا راست رو بگم دیده بودم آها دیده بودم من تر یک چپلاک از پشتی روان کدم گفتم اون کی بود که تو قد دختر همسایه اگر میدیدی او دختر کی بود قد دختر همسایه یک وقت بود خب او دختر ایره بس پسان دیدی که گو کس نانمان ورده یا دوغ ورده خانش میوه یک قد داشت دوستان من شوخی کردم شوخی کردم دوستان ما همون تا شاک شدیم که چطوری تا شده شوخی کردم دوستان مرتضی یک شوهری با وفا یک شوهری خیلی که هم نظر است همراه خود من
دیگه هرگز از او گپا رو ندیدیم و امیدوار هستم که در آینده ها اتفاق نفته. ما میشه از شما سوال کنم؟ چرا نه؟ آقای سروری شما سوال کردیم که ما بخی خسته شدیم، حالی ما میخواییم یک سوال کنم، البته اگه اجازه شما باشه. صحیح اجازه. یک سوال است که خیلی تو در ذهن ما میپیچه، گفت میره هر زمانی که آقای سروری دیدم سوال کنم ازش. یوتیوبری مورد علاقه شما کیسته؟ یوتیوبری مورد علاقه ما، ما خود هر کدام را دوست داریم، ولی از یوتیوبرای یقین ما رامی شرمان را دوست داریم. دیگه از جاغوری کسته ما کی را دوست داریم؟ فاطمه و ریزا و فاطمه را دوست داریم. دیگه کل چی ما دوست داریم واقعا. دیگه از دختر خانم ها تمنجوی که در اندونزیه او را دوست داریم، خیلی دلیره. اگر چند ما خو کل زیاد دوست داریم و زیادتر ویدیو نظمار ما میبینم. سوال خلاص نشده. یوتیوبر که خیلی ازش بد شما میه. ما هیچ بد میدنم ایه. درست ما اختلافات داریم او البته در سوشال میدیه، ولی از قیافه و یا از کارشی هیچ وقت بدم نمیه. هر یوتیوبری باشه او در جامعه مزیر نیه، او ضرور یا یک روپیه یا دو روپیه یا یک لک او فایدهش در جامعه میرسه، از هیچ کدومش بدم نمیه. خیلی عالی. شما خیلی یک شخص معلوم میشین که همیشه افکار کلگی را یعنی میپذیرین کاملا. ما یک خود خصوصی نمیدونیم، فقط ما کل ما بخورم ما فایده کنم. مردم آدم که نباشه آدم تنها زندگی رو چی کنه؟ زندگی با مردم، با دوستا، با انسانها، حتی بر ایوانها، پرندها، گلها زندگی قنجگی از اونا زیبایه. زندگی خوب کوتاهه، ولی او را در طریق خودش زندگی کرد خیلی زیبایه که آدم قد هر کسی می زندگی رو تیر کنه. امرو خم خوار؟ بله دقیقا. دیگه برنامه ختم است، غذا بخوریم، خیلی گشنه هم شدیم. نه برنامه ختم نیه دوستا، اما هر کدام اگه پیش تلویزیون شتین امینال تلفن چیم در کنار شما اگه پورته وسته اما تلفن گرفته، اگر در تلفن تومنین امی چینلی مرزیه و مرتضا را امینالی سبسکرایب کن کنا امی واش تایم شی پرشده سبسکرایب شیم پرشنه که برا در یوتیوب اینا مونتایز یا ریجستر شنه که یک ذره آمدنی برای زنا جور شنه. درست میفرماییم؟ بله دوستا عزیز، یک گپ ما میخواییم بگم، یک گپ واقعیت هستن. ما نمیخواییم بیننده ها را مثلا فریب بدادم که ما در اینی هدف در اینی هدف یوتیوب را پیش مبرم. یک گپ واقعیت هست که همه یوتیوبر ها شاید هدف اصلیشی درآمد باشه. اگر درآمد نباشه مفت بر رضای خدا هیچ کس تکیر سلواتی کار کنه. یوتیوب کاری آسان نیه و یک وظیفه ای است که نمیشه دست کم گرفت. کاملا بهترین وظیفه است، بهترین سرگرمی است و دیگه نمیشه که آدم بگه من فقط میخواستم که از تنهایی برایم یا سرگرمی نداشتم. بله. هدف اصلی همه یوتیوبرها یک چیز است که پنهان ناشدنی است. بله. درآمد است. بله. خب اعضای دل امور کم شنیدین دیگه، سابسکرایب امنال کنین، لایک کنین. اعضای دل شما یک سبسکرایب شما میتونه که یک نفر را در جایی برسونه که اینا یک لقمه نان را بسیار در آسانی در دیار غربت نوشجان کنه دیگه. از وای دل ویدیو نظمو میجه خلاص میشه دیگه. اگر شما می ویدیو را دیدین ضرور لایک و سبسکرایب خو دریغ نکن. تشکر دوستای عزیز، امید است که برنامه خسته کننده تمام نشده باشه برای شما. دوستای عزیز همیشه امی برنامه را که میبینین چی از چینل از ما چی از چینل آقای سروری همیشه کامنت بذارین، اما برنامه که مورد علاقه خودتان است امروز از ما به اشتراک بذارین تا ما برنامه هایی که خودتان میخواین ما برای شما آماده کنیم. دیگه تشکریم از آقای سروری که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و در کنار هم یک لقمه نان رنوش جان مونیم و با هم قصه کردیم، معرفی شدیم، آشنا شدیم بیشتر. دیگه دوستای عزیز تشکر از تک تکتان. تشکر شما. این روزها شاید بلده ما یادگار بمونه که ویدیوی امروز نیزمو منجی خلاص شده زایدیل. این روزها که با هم نشسته اینا یادگاری مونه تا بار دیگر یا خدا و یا نصیب. از زایدیل خدا یارو مددگار. نگهدار.